25 بهمن ماه سال 1397 درگیری خیلی عجیب و غریبی توی یکی از مناطق کرج رخ میده. اونطور که مشخصه جلوی یه اوتوگالری چند نفر با همدیگه درگیر شده بودن و اهالی محل از اونجایی که قضیه خیلی خطرناک و پیچیده بوده برای همین هم نمیتونن نزدیک اونجا بشن. هنوز به طور دقیق مشخص نبوده که چه اتفاقی افتاده اما این وسط موضوع از این قرار بوده که گویا یکی از مغازه دارای اونجا که اوتوکالری داشته در حال خرید و فروش ماشین بوده و به دنبال خرید و فروشی که انجام میده سه نفر به جلوی مغازه این فرد میان و شروع میکنن به اذیت کردن اون صاحب اوتو از اونجایی که آدم تودار و پرنفوذی بوده و اونطور که مشخصه سن پایینی هم نداشته آدم با تجربه بوده برای همین هم با اونها دهن به دهن نمیکنه و مدام از اونها میخواد که از اونجا فاصله بگیرن اما این سه نفر مدام میخواستن کن بریزن و نهایتا هم به چیزی که میخوان میرسن صاحب اوتو با این سه نفر درگیری لفظی داشته و بعد از این درگیری لفظی هم با همدیگه زد و خوردی داشتن. اونطور که اهالی محل توی اظهارات خودشون راجع به این قضیه حرف میزنن میگن که صاحب این اوتوگالری یکی از ارازل شهر کرج و برای خودش اسم و رسمی داره اما به دنبال درگیری که این وسط رخ میده اهالی محل وقتی میبینن نمیتونن اونها رو از همدیگه جدا بکنن سریعا با نیروهای پلیس تماس میگیرند و پلیس خوشبختانه به موقع به اونجا میرسه نیروهای آگاهی توی محل حادثه این افراد رو از هم جدا میکنن اما این در حالی بوده که سه نفری که با این مرد که به گفته اهالی محل به اون گرگ کرج گفته می شده مدام این مرد رو تهدید میکردن و میگفتن که وقت تو دیگه گذشته و از این به بعد گنده کرج ما هستیم و تو اینجا هیچ کاری ای. پلیس اما با این وجود خوشبختانه از اونجایی که زود رسیده بوده موفق میشه تا این افراد رو از همدیگه جدا بکنه و نهایتا این قضیه فیصله پیدا میکنه ماجرا اما گویا به همین جا ختم نمیشه و بعد از این موضوع اتفاقات وحشتناکی میفته اونطور که مشخصه اون سه نفر به دنبال دردسر بودند و بعد از این ماجرا هم سعی داشتن تا یه جورایی این مرد رو اذیت بکنن صاحب این ماشین فروشی اما در رابطه با این قضیه در توضیح ماجرا میگه به دنبال اینکه در حال خرید و فروش با یکی از مشتریهای خودش بوده این افراد به اونجا اومدن و سعی داشتن تا اون مشتری رو برای خودشون بکنن و اجازه ندن که اون ماشینی که میخواد بفروشه رو بفروشه سر همین قضیه هم با همدیگه درگیر شده بودن پلیس آگاهی اما این موضوع رو صورت جلسه میکنه و بنا به خواسته ی صاحب این ماشین فروشی یه جورایی حواسش به این ماجرا بوده تا اینکه حدود ده روز از این قضیه میگذره و گزارش دیگه‌ای توسط اهالی بخشی از شهر کرج به مامورا داده میشه طی این گزارش مشخص میشه که گویا توی محله این افراد یه درگیری خیلی عجیب و غریبی رخ داده مامورای آگاهی بعد از دریافت گزارش از اونجایی که اهالی اعلام میکنن اوضاع خیلی خطرناکه و توی محلشون سلاح گرم و سرد مورد استفاده قرار گرفته سریعا عازم محل میشن به محض اینکه به محل مورد نظر میرسن همچنان دعوا در حال برگزاری بوده و افرادی که اونجا با همدیگه درگیر شده بودن به محض اینکه پلیس رو میبینن سریعا از اونجا فرار میکنن اما مامورا موفق میشن چند نفر از اون افراد رو بازداشت بکنن این در حالی بوده که متاسفانه چند نفر دیگه از این افراد توی اون محل روی زمین پخش شده بودن و اصلا حال و روز خوبی نداشتند. اونطور که مشخصه بالای چهار نفر از این افراد شدیدن مجروح بودند و چاقو خورده بودند. رئیس پلیس 110 شهر کرج خودش هم توی محل مورد نظر حضور داشته و طی بررسی هایی که انجام میده متوجه میشه یکی از طرفین این, این دعوا دقیقا همون مردیه که اتوگالری داشته و بهش گرگ کرج میگفتن مامورای آگاهی نیروهای امدادی رو هم خبر میکنن و تعدادی آمبولانس راهی محل میشه افرادی که مجروح شدن رو به بیمارستان منتقل میکنن و پلیس آگاهی موفق میشه پنج نفر از افرادی که توی محل درگیر دعوا بودن رو هم بازداشت بکنه. اونها به اداره آگاهی منتقل میشن. مامورا همچنان توی یه محل حادثه از اهالی پیگیر موضوع میشن ببینن که قضیه چی بوده و چرا این اتفاق افتاده اهالی محل هم در حالی که ترسیده بودن توی اظهارات خودشون به مامورا میگن واقعیتش ما از چیزی خبر نداشتیم نمیدونستیم که چه اتفاقی داره میافته. اتفاقا همه چیز رو به راه بود و هیچ دعوایی هم توی محل ما رخ نداده بود قبل از این هم اینجا چنین چیزی رخ نداده بوده و ما تا به حال شاهد دعوایی نبودیم ما نمیدونیم که چطور شد که این اتفاق افتاد و این افراد سر و کلهشون اونجا پیدا شد اما متاسفانه اونجا دعوای خیلی بزرگی رو راه انداختن یکی از شاهدای این صحنه که اسمش مرتزا بوده در اظهارات خودش به این قضیه اشاره میکنه و میگه که من در حال خرید از سوپرمارکت بودم و داشتم برای پسرم خوراکی میخریدم تا به خونه برگردم تو همین هنگ هم که داشتم توی مغازه خرید می کردم یه سر و صدای زیادی از پارکی که سر کوچمو بود شنیدم همین که از مغازه بیرون اومدم تا اونجا رو ببینم که چه اتفاقی داره میافته متوجه شدم که بالای 20 نفر به جون همدیگه افتادند و دارن شدیدن همدیگه رو کتک میزنن این صحنه منو شوکه کرده بود نمیدونستم که باید چی کار بکنم از طرفی همسایه های دیگه هم جرئت نمیکردن که نزدیک اونجا بشن و تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که با شما تماس بگیریم تا به اینجا بیاید این فرد عنوان میکنه و میگه که ما به هیچ عنوان تا به حال چنین چیزی رو اینجا تجربه نکرده بودیم این افراد رو هم نمیشناسیم که بدونیم کی هستن و از کجا اومدن مامورا علاوه بر اینکه اظهارات این, این فرد رو یادداشت میکنن با بقیه عقالی هم حرف میزنن و نهایتا تصاویر دوربین های مداربسته داخل اون کوچه رو هم به دست میارن و بررسی های خودشون رو از تصاویر دوربین ها هم انجام میدن پلیس بررسی هایی که از تصاویر دوربین ها داشته متوجه میشه که حوالی ساعت 5 عصر این نزاع خونین آغاز شده اونطورم که مشخصه تا حدودای ساعت هفت شب طول کشیده که نهایتا مامورا از راه رسیدن و اجازه ندادن تا اتفاقات پیچیده تری رخ بده با این حال اما پلیس آگاهی مدارک و شواهد مورد نیاز خودش رو از توی محل جمع آوری میکنه و توی اداره پلیس بازجویی خودش رو از افرادی که دستگیر کرده آغاز میکنه اونطور که مشخصه دو نفر از پنج نفری که توسط پلیس بازداشت شدن از یک گروه بودند و سه نفر دیگه هم از یک گروه دیگه پلیس پیگیری هایی هم که انجام میده متوجه میشه که چهار نفری هم که توی بیمارستان بستری شدن دو نفرشون از یک گروه هن و دو نفر دیگه هم از یک گروه دیگه مامورا اما بعد از به دست آوردن این اطلاعات بازجویی ها رو آغاز میکنن موضوع جالبی که این وسط رخ میده این بوده که پلیس تو همون گفتگوهای اولیه متوجه میشه که این دعوا دقیقا ادامه ی همون دعوایی بوده که حدودا ده روز پیش رخ داده و باعث شده تا این افراد با همدیگه درگیر بشن بازجوی ها از فردی که صاحب اتوگالری بوده و مدعی بوده که گرگ کرج ادامه پیدا میکنه این فرد در اظهارات خودش به مامورا حرفهای جالبی میزنه میگه که به هیچ عنوان توی این ماجرا هیچ دخالتی نداشته و فقط خواسته یه پسری که ادعا کرده بوده میخواد اون رو به پایین بکشه و بزرگی اون رو از بین ببره رو به جا آورده این مرد در اظهارات خودش عنوان میکنه و میگه که باور کنید من اصلا نمیخواستم این دعوا رخ بده اما ما این پسر توی این ده روزی که گذشته بود از دعوای اول ما مدام به جلوی مغازه من میومد و بهم هم حرف میپروند و تیکه مینداخت و یه جورایی سعی داشت من رو تحریک بکنه من اما بهش اهمیتی نمیدادم نمیخواستم که بزرگش بکنم آخه خانواده ما و خانواده اونها از قبل با همدیگه یه مقداری مشکل داشتن این مرد ادامه میده و میگه که خانواده من از قدیم الایام توی کرج معروفن و برادرای من همشون از خوبای کرج بودن و توی کرج برای خودشون اسم و رسمی داشتن اما خانواده این پسر همیشه خدا به دنبال این بودن تا مدام با دعوا کردن با ما و برادر و پدرم یه جورایی برای خودشون اسم و رسم می درست بکنن و ادعا کنن که ما رو زدن تا توی کرج مردم ازشون حرف شنوی داشته باشن اما دیگه نمیدونستن که بزرگی فقط به زنبهادوری نیست و بزرگ واقعا باید بزرگ باشه این مرد ادامه میده و میگه که من اولش نمیدونستم که این پسر جزوی از همون خانواده است که ما از بچگی باهاش مشکل داشتیم برادر بزرگترم وقتی یه بار توی مغازه بود و ما با همدیگه مشغول حرف زدن بودیم این پسر مجدد به جلوی مغازه من اومده بود و داشت با هم یکی به دو میکرد برادرم وقتی این پسر رو دید به هم گفتش که گویا اون پسر کوشی که اون خانواده است و از قدیم الایام به گرجستان رفته بود و تازگیاس که برگشته من وقتی این قضیه رو شنیدم فهمیدم که هدف این پسر چیه و, و اون اومده تا راه خانوادهش رو ادامه بده و یه جورایی میخواد جای ما رو توی کرج بگیره این قضیه برای من اهمیت چندانی نداشت من اون رو به قدری کوچیک میدیدم که اصلا حسابش هم نمیکردم دنبال چنین چیزهایی نبودم واقعیتش توی خانواده ما هم من و برادر بزرگترم تونسته بودیم اسم و رسم اجدادمون رو زنده کنیم برای همین هم خیلی چشم دیدن ما رو نداشتن مدام دنبال این بودن تا یه جوری ما رو اذیت بکنن این مرد میگه که من بعد از اینکه این موضوع رو فهمیدم آخرین باری که این پسر به جلوی مغازه من اومده بود و بعد از دعوایی بود که با هم دیگه داشتیم من بهش گفتم که راهی که داره میره اشتباهه و برادرش از این راه هیچ نتیجه جی نگرفتن اون هم به هدفش نخواهد رسید اکبر در ادامه اظهارات خودش میگه بعد از رخ دادن همه این اتفاقات و گفتگویی که من و رضا پسر کوچیک اون خانواده داشتیم این پسر شروع کرد به فهاشی کردن به من مجددا داشت بینمون دعوا رخ میداد که این بار من نتونستم این موضوع رو تحمل کنم و بهش گفتم که باید با همدیگه قرار دعوا بذاریم تا بهش بفهمونم که بزرگ کرج کیه برای همین هم این پسر به من زمان و مکان معرفی کرد و بعد هم قرار شد که اونجا آماده بشیم اکبر میگه من به همراه چند تن از دوستام راهی محل شدم و به همراه خودمون سلاح سرد برده بودیم همه کسایی که همراه من بودن چاقو دستشون بود و ما کاملا آماده برای دعوا بودیم طرف مقابل یعنی رضا اینا هم همراه خودشون سلاح سرد آورده بودند و توی محل حاضر بودند اکبر میگه من وقتی به محل رسیدم اجازه ندادم تا حتی این پسر حرف بزنه و با لگد رفتم توی شکمش و بعد هم دو تا ضربه محکم به پهلوش زدم و با چاقو دو تا ضربه به شکمش زدم و اون پخش شد روی زمین اینجا بود که دوستاش به سر ما ریختن و درگیری خیلی شدیدی بینمون رخ داد اگه همسایه ها شما رو خبردار نمی کردن الان هیچ کدوم از ما اینجا زنده نبودیم این وسط متاسفانه دو نفر از نفرات ما و دو نفر هم از نفرات اونها که یکیش خود رضا بود شدیدا مجروح شدن و به بیمارستان منتقل شدن اکبر میگه با وجود همه اتفاقاتی که رخ داده من همچنان تاکید میکنم که توی این قضیه هیچ دخالتی نداشتم و مقصر موضوع من نبودم مامورا اظهارات این فرد رو یادداشت میکنن و بررسی هایی هم که داشتن رو جمعبندی میکنن و در نهایت تایید میکنن که صحت گفته های اکبر درسته اما از چهار نفر دیگه هم که بازداشت کرده بودن بازجوی هایی رو انجام میدن و این افراد هم به همین قضیه اشاره میکنن و بعد هم پلیس موفق میشه تا مشخصات همه افرادی که توی این نظام مشارکت داشتن و تونسته بودن فرار بکنن رو به دست بیارن مأمورای آگاهی طی بررسی های دقیقی که انجام میدن موفق میشن طی عملیات های ویژه اطلاعاتی همه اون افراد رو توی محیط های مختلف بازداشت بکنن متاسفانه توی یکی از این بازداشتی هایی که داشتن انجام میدادن فردی که باید به اداره منتقل می شده مقاومت میکنه و همراهش سلاح گرم داشته و به روی پلیس اسلحه میکشه همین هم باعث میشه تا نیروهای آگاهی و این فرد با همدیگه درگیر بشن و نهایتا هم پلیس به ضرب گلوله این فرد رو هم مجروح میکنه و اون ابتدا به بیمارستان منتقل میشه و بعد از اینکه حالش مساعد میشه بازداشت میشه و به اداره پلیس منتقل میشه مامورا از این افراد هم بازجوی های خودشون رو انجام میدن و اظهارات همه این افراد رو هم یادداشت میکنن پلیس اما منتظر بوده تا حال افرادی که توی بیمارستان بستری هستن بهتر بشه از طرفی خانواده های همه این افراد هم از ماجرا مطلع شده بودن و تنش و درگیری خیلی شدیدی هم بین خانواده ها وجود داشته خانواده اکبر و خانواده رضا از اونجایی که توی اداره پلیس تونسته بودن همدیگر رو ببینن با همدیگه درگیر شده بودن و برادر بزرگتر اکبر توی اداره پلیس به سمت خانواده رضا از اونجایی که شروع کرده بودن به فهاشی کردن حمله میکنه و دو تن از برادرای رضا رو مورد ضرب و شتم قرار میده همین هم باعث میشه تا اون هم توسط مامورا بازداشت بشه و به بازداشتگاه منتقل بشه. این در حالی بوده که خود رضا توی بیمارستان وضعیت وخیمی داشته مامورات یه تحقیقاتی که راجع به این موضوع داشتن طبق گفته های کادر درمان متوجه میشن که متاسفانه دو تن از چهار نفری که توی بیمارستان بستری هستن وضعیتشون خیلی وخیمه و متاسفانه یکی از این افراد تو همین بازه که پلیس در حال بازجویی بوده با توجه به وخامت حالش جون خودش رو از دست میده و یکی دیگه از این افراد هم توی کما بوده اما رضا و نفر چهارم حالشون تا حدودی مساعد بوده. متاسفانه نفر دومی هم که حالش بد بوده این ما به این جون خودش رو از دست میده. این در حالی بوده که رضا و نفر چهارم حالشون بهتر میشه و اونها به هوش میاد. پلیس بعد از اینکه رضا به هوش میاد موفق میشه تا با اون ارتباط بگیره و با اجازه نیروهای بیمارستان مامورا با این فرد هم حرف میزنن تا شاید بتونن اطلاعات جدیدتری راجع به این قضیه به دست بیارن. بازجویها ها از رضا هم آغاز میشه رضا در حالی که توی بیمارستان بستری بوده راجع به این موضوع با پلیس حرف میزنه این پسر میگه دست خودم نبود تازه از گرجستان برگشته بودم و حال و هوای دعوا با این خانواده رو داشتم از بچگی یادمه که همیشه خدا خانوادم با خانواده اکبر درگیر میشدن و یه جورایی سعی داشتن تا بینی اونها رو به زمین بمالن دعوای بین ما و اونها مربوط به خیلی سال قبل میشه و این دو تا خانواده از قدیم الایام جزو بزن کرج بودن و کسی نمیتونست که به اونها چپ نگاه بکنه اما رقابت بین ما و اونا باعث شد تا این اتفاقات بیفته رضا میگه من تازه از گرجستان برگشته بودم اصلا نمیدونستم که توی کرج داره چه اتفاقاتی میافته. توی سفره خونه یه پاتوقمون نشسته بودم و اونجا به همراه دوستام داشتیم حرف میزدیم که بهم هم گفتن گویا پسر کوچیک این خانواده که اسمش کرج بوده اسم و رسم خیلی بزرگی برای خودش توی کرج به دست آورده و به واسطه ی همین موضوع هم داره کارهای خیلی عجیب و غریبی میکنه به واسطه یه اسمی که در کرج در کرده بود پولهای خیلی خوبی میتونست به دست بیاره و این قضیه منو تحریک کرده بود و یه جورایی باعث شد تا کاری کنم که اجازه ندم اون همین جوری رو به جلو بتازه برای همین هم به جلوی مغازش رفتم و اولین بار باهاش درگیر شدم میخواستم به سنجمش ببینم که چند چنده و میتونم از پسش بر بیام یا نه اونطور که متوجه شده بودم مالی نبود و خیلی راحت میتونستم کنار بزنمش و خودم حرفی برای گفتن داشته باشم بعد از دعوایی که کرده بودیم من چند بار به جلوی مغازش رفتم و مدام تحریکش کردم که باهام قرار دعوا بذاره اتفاقا همینجوری هم شد و من تونستم باهاش توی محلی قرار دعوا بذارم دوستام و صدا کرده بودم و اونجا حاضر بودیم اما متاسفانه وقتی به اونجا رفتیم این نامرد به جای اینکه اجازه بده ما به خودمون بیایم و آداب و رسوم دعوا رو به جا بیاره از موقعیت و فرصت استفاده کرد و در حالی که من اصلا توی شرایط مساعدی نبودم و حواسم به خودم نبود به محض رسیدن به سمت من حمله کرد و با چاقو به جونم افتاد شانس آوردم که تونستم ضرباتش رو مهار بکنم وگرنه الان زنده نبودم یکی از دوستان متاسفانه برای اینکه من ضربه بیشتری نخورم سپر من شد و در حال حاضر هم اونطور که پزشکا گفتن گویا جون خودش رو از دست داده و من سر این قضیه هرگز نمیتونم خودم رو ببخشم رضا میگه هدف من از این دعوا این نبود که این وسط کسی بمیره و من فقط میخواستم تا منم منم گفتنهای این خانواده و پسرشون اکبر رو کم بکنم اما متاسفانه این اتفاقات افتاد پلیس اظهارات این فرد رو هم یادداشت میکنه اما باز هم قضیه به همینجا ختم نمیشه خانواده های دو نفری که این وسط فوت شده بودند توی بیمارستان حاضر بودند و با افرادی که این بلا رو سر بچه‌هاشون آورده بودند و خانواده های اونها شدیداً درگیر شده بودند اونها از مامورا میخوان تا به هیچ عنوان مماشات نکنن و با افرادی که این بلا رو سر بچه هاشون آوردن برخورد بکنن و اونها رو به اشد مجازات برسونن نیروهای پلیس اما بعد از دریافت همه اطلاعات مورد نیاز و مدارک و شواهد به دنبال این بودن تا متوجه بشن که دقیقا چه کسی یا چه کسانی با بانی مرگ این دو نفر شدن توی بررسی ها مشخص میشه که یکی از افرادی که توی گروه رضا بوده باعث مرگ یکی از این فوتی ها شده و اکبر هم با ضربات چاقویی که به نفر دوم زده باعث مرگ اون شده با توجه به همه این موارد هم نهایتا پلیس پرونده رو تکمیل میکنه و بعد از اینکه این افراد توی محل حادثه صحنه جرم رو به طور دقیق بازسازی میکنن پرونده تکمیل میشه و بعد از اینکه پزشکی قانونی هم گزارش خودش رو آماده میکنه و تحویل پلیس میده پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده میشه جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه. قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود رو بررسی میکنه و مجددا از شاهدین، متهمین و خانواده های قربانی ها درخواست میکنه تا توی دادگاه حرفهای خودشون رو بزنند. اکبر به عنوان متهم ردیف اول این پرونده عنوان میکنه و میگه که به هیچ عنوان توی این قضیه هیچ دخالتی نداشته و قتلی هم که انجام داده از قصد نبود و این اتفاق ناخواسته رخ داده رضا هم که توی اتهاماتش هم ردیف با اکبر بوده عنوان میکنه و میگه که به هیچ عنوان قصد این رو نداشته که نزاعی راه بیاندازه که باعث مرگ یک نفر بشه و از کاری که کرده شدیداً پشیمونه این در حالی بوده که خانواده های قربانی ها به هیچ عنوان حاضر به گذشت و رضایت نبودن و درخواست اشد مجازات رو داشتن اما متهم نفر سوم هم که اسمش سیاوش بوده توی دادگاه اعلام میکنه که ناخواسته باعث مرگ یکی از فوتی ها شده و به هیچ عنوان نمیخواسته چنین اتفاقی رخ بده با این حال اما نهایتا قاضی پرونده بعد از بررسی مجدد همه گفته ها و مدارک و شواهد اکبر رو به اتهام قتل عمد و نزاع خونین و حمل سلاح سرد محکوم به قصاص پرداخت خسارت و چهار سال حبس رضا رو به اتهام برگزاری نزاع خونین و معاونت در قتل و حمل سلاح سرد به هشت سال حبس و پرداخت خسارت و سیاوش رو هم به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص میکنه این در حالی بوده که باقی افرادی که توی این درگیری و نظام مشارکت داشتن هم هر کدوم به احکام زندان محکوم میشن این در حالی بوده که خانواده اکبر و سیاوش توی دادگاه شدیدن پیگیر بودن و از خانواده های مقتولین درخواست گذشت داشتن اما اونها به هیچ عنوان حاضر به گذشت نبودن برای همین هم پرونده با رأی قاضی مختومه اعلام میشه عزیزایی دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای زنیه که خیانت شوهرش با خواهرش رو میگیره و دو ماه تموم اون رو درگیر یه قتل خاموش میکنه رو تماشا بفرمایید